بسم الله الرحمن الرحیم. امید سلامت و سرحال باشید. خوب، در درس‌های گذشته ما راجع به حجره به شکل مفصل بحث نمودیم و همچنان ارگانیل هایی که در حجره قرار داشت ما مطالعه نمودیم. ما در درس گذشته چی گفتیم؟ ما گفتیم که یک حجره از دو قسمت ساخته شده است، یک غشای حجروی یا سل ممبران، دو پروتوپلازم که ما سل ممبران را تشریح کردیم که چی است. در بخش پروتوپلازم ما پروتوپلازم را به دو بخش، سایتوپلازم تقسیم نمودیم. در سایتوپلازم را باز به دو بخش، سایتوزول، اما قسمت مایع سایتوپلازم و ارگانیل ها تقسیم کردیم. این را هم ما گفتیم. در بخش ارگانیل ها، ارگانیل ها را به دو بخش تقسیم کردم. یک، ارگانیل هایی که دارای غشا بودند، ممبران، باوند ارگانیلز، و ارگانیل هایی که دارای غشا نبودند، نان ممبران باوند ارگانیلز. ارگانیل هایی که دارای غشا بودند، اینها نیز به دو بخش بودند. یک، سینگل ممبران باوند ارگانیل که دارای یک غشا بودند، و دابل ممبران باوند ارگانیلز. در قسمت سینگل ممبران باوند ارگانیلز ما ER را خواندیم، اندوپلازمیک رتیکولم که به دو بخش بود، رف اندوپلازمیک رتیکولم یا RER و سموت اندوپلازمیک رتیکولم یا SER، که رف اندوپلازمیک رتیکولم بالای سطح خود رایبوزوم ها را داشتند و اونها را ما گفتیم که چی هستند. و ما گلجی اپاراتوس را خواندیم، گلجی اپاراتوس یا دستگاه گلجی، و بعضی ویزیکال ها بخصوص پراکسیزوم و لایزوزوم را خواندیم. پراکسیزوم و لایزوزوم را خواندیم. ما امروز یکی از ارگانیل های حجره را که او دبل ممبران باوند است، یعنی او دارای دو غشا می باشد، یک غشا از دو طبقه لیپید ساخته شده است، یعنی لیپید بایلر است. اما هنگام که دو غشا شوه، دو غشای لیپید بایلر، یعنی هر کدام این لیپید بایلر باشه، این میگن دبل ممبران باوند ارگانیلز یا امو ساختمان. حال ما میایم سر یکی از همی ارگانیل ها را تشریح میکنم که این ارگانیل چی است. خب، او ارگانیل مایتو کاندریا است. مایتوکاندریا به چی مانا؟ مایتوز به مانای گرد است، به مانای گرانیول است. چی مانا؟ گرانیول. و کاندریوم به مانای راد است. یعنی مایتوکاندریا یا این شکل ساختمان داره، به شکل فیلامنت است، به شکل یک رشته خرد است، یا هم به شکل گرانیول است، گرد است، بیضوی است. این شکل یک ساختمان داره. نظر به موقعیت او، نظر به ای که در کدام حجره است، فرق داره. از نظر اندازه، ای اندازه ها مهم نیست آنقدر، چون اینها در کتاب های مختلف فرق می نماید. اما ما به او خاطر اینجا میگم تا شما گیج نشوید که این چقدر خواد بود. و خصوص اینا از 100 نانومتر تا به 1 مایکرون اینها می باشند. پس ما در خود تعریفی کدام تعریف خاصی نداره، فقط یک ارگانیل است که دارای دبل ممبران است، دو غشا است، می تواند به شکل راد باشه و یا هم می تواند به شکل گرانیول باشه. خب،
ما در میتوکاندریا در درس امروز دو چیز را میگیم. یک، ساختمان میتوکاندریا چی است؟ دو، وظایف میتوکاندریا چی است؟ که در بخش وظایف میتوکاندریا امروز ای که میتوکاندریا ATP تولید میکند، همه شما میدانید که وظیفه میتوکاندریا تولید انرژی است. به همون خاطر این میتوکاندریا را به نام پاور هاوس آف د سل در بعضی کتاب ها نیز یاد می نماید. پس این را همه می دانید که ATP توسط میتوکاندریا تولید می شود. ATP چی است و چطور تولید می شود، مکانیزم ای چی است، این را ما امروز برایتان می گیم. خوب، ما می آیم از خیلی اول شروع می کنیم که میتوکاندریا دارای کدام ساختمان است. ببینید، یک میتوکاندریا یک غشای خارجی داره و میتوکاندریا یک غشای داخلی داره. پس در بخش استرکچر ما میگیم که یک میتوکاندریا دارای یک غشای خارجی است، آفتر ممبران، که لیپید بایلر است. این هم شکل از میتوکاندریا است که ما رسم کردیم. در اینجا ما براتون این غشای را که میبینید شما، این یک غشای خارجی میتوکاندریا است. غشای خارجی میتوکاندریا دارای کدام خواص هستند؟ یک، اینها پرمیبل هستند. خاصیت نفوذی اینها خیلی زیاد است، یعنی می تواند خیلی چیزها از این داخل شو و خارج شو. پرمیبلیتی ای زیاد است. پس ای دارای کدام خواص است؟ مار پرمیبل. دوم، دارای سوراخ ها می باشه، پرینس می باشه. دارای سوراخ ها یا پرینس می باشه. سوم، در خود پروتین ها داره. ای از خواص یک غشای خارجی میتوکاندریا. و چهارم، لشم است، سموت است. هدفم از لشم چی است؟ ببینید، خب در اینجا من میگم غشای داخلی که از لشم نیست، به چی مانه؟ اینها در خود فولد داره، فولد ها داره، چین خوردگی داره. یه هر چیز خوردگی که وجود داره این را میگن کریستال. با هنگامی که چین خوردگی ها را با هم جمع نماییم اینها را میگن کریستی. پس غشا کریستی میباشن، دارای خود همه فولد ها میباشن، چین خوردگی میباشن، اما غشای خارجی دارای این فولد ها نمی باشد. و این چی فایده داره برای غشای داخلی؟ این فایده داره که سطح این غشای داخلی را زیاد کرده، یعنی اینها به خاطر تعاملات کیمیاوی یک سطح زیادی را ایجاد کرده. پس میتوکاندریا یک، دارای آفتر ممبران شد یا غشای خارجی شد. دو، اینر ممبران. اینر ممبران، خاصیت اینر ممبران چی است؟ ببینید، آوتر ممبران مار پرمیبل بود، اما اینر ممبران مار پرمیبل نیست. ای خاصیت قابل نفوذی، یعنی خاصیت نفوذی ای خیلی کم است، حتی هیچ نیست. پس لس پرمیبل آر نو پرمیبل.
غشای خارجی پرینس داشت، غشای داخلی پرینس نداره. پروتین ها غشای داخلی هم داره. غشای خارجی سموت بود، لشم بود، اما غشای داخلی سموت نیست، دارای کرستی می باشه. درست؟ خب، یک میتوکاندریا دارای اوتر ممبران است، دارای اینر ممبران است. ساحه بین اوتر ممبران و اینر ممبران، این ساحه که در بین دو غشا قرار داره، این را میگر انتر ممبرانیو سپیس. انتر به معنای داخل، انتر ممبرانیوس سپیس یعنی فاصله بین دو غشا، انتر ممبرانیوس سپیس. این ساحه را میگن انتر ممبرانیوس سپیس. و ساحه‌ای که در داخل غشای داخلی قرار داره، این شد انتر ممبرانیوس سپیس. این ساحه داخل خود غشای داخلی را میگن ماتریکس. ماتریکس را به نام اینر کمپارتمنت نیز یاد می نماید. اینر کمپارتمنت inner compartment of mitochondria نیز یاد می نماید. و این قسمت بین دو غشا یا انتر ممبرانیوس سپیس، این را به نام افتر کمپارتمنت میتوکاندریا نیز یاد می نماید. افتر کمپارتمنت یا بخش خارجی و بخش داخلی یاد می نماید. خوب، این بود ساخت میتوکاندریا. در خود میتوکاندریا دی این ای هم قرار داره. دی این ای، فرق دی این ای میتوکاندریا با دی این ای حجره چی است؟ هی دی این ای میتوکاندریا شکل سرکولر داره، شکل دایروی داره، همانند دی این ای پروکاریوت ها، اما از ایوکاریوت ها شکل دبل هیلکس داره یا مارپیچی داره. دیگه ای چی داشت؟ ای طرف میارم، دی این ای در خود داره، دی این ای. به خاطر که ای میتوکاندریا تعداد خود را زیاد می نماید، جایی که ضرورت ما بعدن می گویم، پس به خاطر او برای پروتین، ساخت پروتین ها ضرورت داره. و وقتی که برای ساخت پروتین ها ضرورت داره، پس رایبوزوم ها هم ضرور است. پس این میتوکاندریا در خود رایبوزوم هم داره، رایبوزوم ها. خب، رایبوزوم ها بود، دی ان ای بود، و همچنان ترانسفر آر این ای نیز داره، چون اینها ما بعدا میگیم که چرا اینها داره. ترانسفر آر این ای، هنگامی که پروتین ها ساخته میشد برای بزرگ، و ترانسفر آر این ای ضرورت است. رایبوزوم خود میتوکاندریا برای بزرگ حجره یا حجرات ایوکاریوت نیست فرق داره، مانند که دین ای فرق داشت، رایبوزومش هم فرق داشت، چون رایبوزوم خود ایوکاریوت ها تقریبا 80 اس بود که ما اس را گفته بودم، سیدیمنتیشن ریت بر اساس اوی اندازه گیری شده، اما رایبوزوم های میتوکاندریا تقریبا 70 اس است. پس به این خاطر یک تیوری است که میگم میتوکاندریا یک میکروب بود، یک پروکاریوت بود. چطور؟ میگم که باش که من مایک ما بند کنم، استاپ کن. خب، با عرض معذرت،
یک تیوری است که میگن میتوکاندریا یک پروکاریوت بود یا یک میکروب بود. چطور؟ این میگم میایه با حجرات یوکاریوت در حجرات یوکاریوت داخل میشه، اما ای از بین برده نمیشود، ای بلع نمیشود. وقتی که ای از بین برده نشد، ای یک معامله میکنه با خود حجرات یوکاریوت. برای حجرات یوکاریوت میگه که ما برای تو انرژی میسازم و تو برای ما اکسیژن بودی. پس بر اساس همین معامله اینها میگن که ای یک میکروب بود. اینها چی ثبوتی دارن؟ اینها میگن که میتوکاندریا دی ان ای سرکولر داره و خود حجرات یوکاریوت سرکولر نداره، دبل هلیکس داره. اینها میگن که رایبوزوم ای نیز همانند رایبوزوم های پروکاریوت ها هستند و بعضی اثبات دیگه اینها نیز دارند. و خود میتوکاندریا میتواند که اگر ما ایره خارج از حجره کنیم، میتوکاندریا میتواند زنده بونه. اما اگر ما محلش با یک محلی که در داخل حجره است اگر ما رقم برابر کنیم، اینها میتوانند زنده بونند. یک گپ دیگه درباره میتوکاندریا، میتوکاندریا از کی انتقال میشه؟ میتوکاندریا از مادر میه. چطور از مادر میه؟ ببینین خب، این سپرم است و این هم تخمه است یا اوام. وقتی که اینها با هم یک جا می شوند، اینها یک حجره می سازند به نام زایگوت. میتوکاندریا در سپرم در قسمت سر ای وجود نداره، در قسمت وجود داره، به خاطر ای که ای را حرکت بدهد. پس هنگامی که ای سپرم با اوام یک جا می شود، با تخمه یک جا می شود، قسمت تل ای یا قسمت دنب ای یا قسمت فلاجیلیوم ای از بین میره، قطع میشه، ولی قسمت سر ای میشه داخل. پس به امو خاطر میتوکاندریا از مادر میه نه از پدر. پس شما خیلی متوجه باشید، اگر امراض، اگر یک مادر میتوکاندریا یک مادر دارای مشکلات ارثی باشه، تمام نسل دختری او مشکل داره. چطور؟ ببینید، این یک مادر است که میتوکاندریای ای مشکل داره، میوتیشن داره. میوتیشن رو میدونی چی است؟ میوتیشن یعنی تغییرات در دی این ای است یا در جنهای دی این ای است که از یک نسل به نسل دیگه انتقال شده، یعنی دائمی باشه. ای تو نه که ای تغییر کنه اما ای دوباره جور شد، نه، هر وقت که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کرد ای رو میگن میوتیشن. پس وقتی که ای اوام دارای میوتیشن باشه، یعنی ای دارای میوتیشن میتوکاندریا باشه و ای مرد را که شما میبینید ای سالم باشه، اینها با هم ازدواج کنند، اینها با هم ازدواج کنند، اطفال مثلا از این دو دختر به وجود میآید، یک دختر، دو دختر و دو پسر. وقتی که دو دختر و دو پسر با وجود آمد، ببینیم میتوکاندریا اینجا از مادر آمد، پدر کدام میتوکاندریا را انتقال نمیدهد. پس از چهار اولاد ای مشکل داره، ای دو دختر ای هم مشکل داره و دو پسر ای هم مشکل داره. حال ببینید، ای دختر میره، اول بچه را ببینین، ای بچه میره با یک زن ازدواج میکنه که او میتوکاندریا سالم داره، او دارای کدام مشکل نیست، اما ای بچه مشکل داره. اطفالی که از ای دو با وجود می از ازدواج ای دو،
هر چهار ای سالم است. دو دختر، دو پسر، هر چهار ای سالم است. چرا؟ چون اینجا میتوکاندری از مادر میاد نه از پدر. اگر مشکل هم داشت با اولادای این نمیاد. ببینید اینجا را، این دختر با یک بچه ازدواج میکنه که او سالم است. این دختر با بچه ازدواج میکنه که او سالم است. و وقتی که اینها با هم ازدواج می نمایند، همو تیوری اول است. اینجا هم بچه سالم و دختر مشکل داشت. اینجا هم دختر مشکل است داره ولی بچه سالم است. دوباره میتوکاندریا از مادر انتقال می اولاد های تمامش. پس مادری که مشکل میتوکاندریا داشت، تمام نسل دختری این مشکل داره. نسل بچه، نسلی که مربوط بچه این میشه، شاید مشکل او رفع شو، اما نسل دختری تا به آخر این مشکل را داره. پس دو چیز را به شما گفتم که یک، میتوکاندریا از مادر انتقال میکنه به ارثیت میره، و دو، میتوکاندریا میگن که یک پروکاریوت. خوب آمدین نگاه سر وظیفه میتوکاندریا. ای بود ساختمان. ببین اینجا غشای خارجی افتر ممبران، غشای داخلی به رنگ سیاه که دارای فولد ها می باشه. اینها دارای فولد می باشه یا کریستی می باشه. قسمت به نام انتر ممبرانیوس سپیس و ای هم ماتریکس. در ماتریکس میتوکاندریا و همچنان در ماتریکس رایبوزوم ها و همچنان سرکولر دی این ای و ترانسفر آر این ای وجود داره. حال می آمیاییم سر وظیفه میتوکاندریا که کدام بخشی دارای کدام وظایف هستند، انزایم ها در کجای این موقعیت داره. فانکشن میتوکاندریا، یک، سایت فار سلولار ریسپایریشن. سایت محلی از برای تنفس حجروی. فار سلولار ریسپایریشن. دو، محلی از برای فتی اسید متابولیزم. و سه، کانورت ADP تو ATP. فتی اسید متابولیزم مربوط درس ما در اینجا نمیشه، اما ما ای که سلولار ریسپایریشن چی است و ADP را چطور به ATP تبدیل میکنه، ای را ما اینجا میگم. چون از همه مهمتر ای است که چطور ADP به ATP تبدیل میشه. قبل از اینکه ما سر وظیفه میتوکاندریا برم، من میخوام بعض اصلاحات را بر شما بگویم. بعضی اصلاحات خیلی مهمی رو که اینها چی هستن. خب اینها رو من پاک میکنم. خب چون من جای زیاد کار دارم، فنکشنش رو شما فهمیدید. میایم سر بعضی اصلاحات که این اصلاحات چی هستن. اول ADP چی است؟ دو، ATP چی است؟ سه، NAD چی است؟ چهار، NADH چی است؟
F A D H 2 چی است؟ چون اینها را اگر نفهمین شما نمیتوانین که وظیفه میتوکندریا را هم بفهمین. خوب، ادینوسین دای فسفیت، ادینوسین دای فسفیت ادینوسین تری فسفیت، اینها را هم میگیم. بیاین سر ما از اول شروع میکنیم. اینجا از خیلی اساسات، اول نایتروجن بذرها چی هست؟ اینها حلقه های کربن هستند که دارای نایتروجن می باشند. مثلا اینطور حلقه ها هست که اینها در خود نایتروجن ندارند. ما دو نوع نایتروجن بیز داریم. یک، نایتروجن بیز هایی که دارای دو حلقه هستند، دو حلقه با هم یک جا هستند، این طور نایتروجن بیز رو داریم که این نوع نایتروجن بیز رو میگن پیورین. نایتروجن بیز هایی که دارای یک حلقه هستند،